هاچپور شکم زده دست چکی. سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فولاد. تو این ویدیو در ادامه آلبوم عرفان گوش دادن میرسیم به ترک دوم آلبوم نور به اسم مثل من باشی انشالله. اسم ترک بذره، ببخشید، آلبوم مشترک عرفان و اسدی. من گفتم آلبوم عرفان. که لینکش توی دیسکریپشن هست، از اونجا میتونید موزیک رو گوش کنید. اینجا ریاکشن ویدیو به موزیک، به جز اون لینک صفحه من توی فضای مجازی به علاوه سه تا پلی لیست یوتیوب، اسپاتیفای و ساوندکلاود و مخصوصا کانال دوم به اسم اسنره و کانال سوم به اسم دلول که یکیش کانال مشترک منو نیماست، یکیش کانال مشترک منو رامتین رو اگه دوست داشتید چک کنید، اگر دوست داشتید داشته باشید اونجا رو. ویدیو یه نکته مخفی داره که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه. اگر فورگنگ کارو باشید تو کامنت بریم واسه شنیدن بذر از اسدی و عرفان. خب بعد از شنیدن یه ترک از این آلبوم، خب یه کل و حالا کاورش و چیزایی که شنیدم و استوری که عرفان گذاشت در مورد ساوند جدید و با دونستان بک استوری که حالا از کارهای اسدی ما درکی داشتیم تا الان که تلفیقی بود همیشه معمولا و عرفان که میدونیم میلی به شعر کلاسیک فارسی داشته، کلیت کار میدونیم چی به چیه و خلاصه که بریم ببینیم اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد. من توی چیز ویدیو قبلی برایشم گفتم که کاور خوب نیست، عکس، خود عکس خیلی باحاله، مثلا یه فضای سنتی، یه صندلی، این صندلی بچه صندلی ها که میذارن زمین میشینن شای پشتیه، این فضا خیلی آتیش جلوشونه، درخت پرتقال باحاله. خب عکس به نظر من عکسی نیست که انگار عکس خامه، انگار مثلا عکس گرفتی همونو گذاشتی، یه خورده مثلا راه داشت پردازش شد، به جز فونته که خیلی بده، فضای خود عکس و قابه با حال کلیت گفتم یه اشاره کنم. میکس و مسترش عقص نگه دیستورت همه چیش یه بذرم زیر خاک همه چی تا ریک و سیاه ساکن. آها زیر خاک بود به خاطر همین، من میگم خدای از سه جا ولومو زیاد کردم، کم بوده بود دیگه، نمیدونم چی کم بوده بود ولی چون از زیر خاک بود مثلا توی میکس ماسترم صدا رو مثلا از زیر خاک گذاشته بوده. ساکن درگیره یه قطره آب، پی آبم پی نورم زیر خاک. از زبون بذر داره صحبت میکنه. کم یه نقطه یه کورم، ثابت هست سلولم، ساکترین توی محفل بودم، هنوز آب نخوردم ولی تشنه، چه فصل منتظر نوازش جسمم، چه دراب خوبی بود. آب باشه قسمت، یه سری میسوزیم تو شعله مثل اسفند، من رویدم قطر آب و حس کردم رو تن لختم و گویی من نگوجیندم توی پوستم، سر به زیرا مردم، سر بلند زیر خاک آوردم، هوا رو بویدم، شب و روز رو دیدم. یه سری راجع به این تیکه آخر بگید، دراپ و اینا کلا پروداکشنش خیلی باحال تر بود این ترک به نظرم، حتی که اول ترک بیشتر اینترو بود، الگوی چیدمان قافیه عرفان به نظرم، الگوی اون تکرار قافیه ها میبینی جایی که تو انتظار داری و به گوشت خوش میاد که قافیه بشنوی، خب حالت بیسیکش اینه که ته هر مصرع باشه دیگه، اون جایی که دوست داری قافیه بشنوی بهت قافیه نمیداد مشخصا، یعنی حرفای باحالی از زبونی بعضی داره صحبت میشه فلان، این یه مقداری منو اذیت میکنه در کلا در مورد عرفانی موضوع هست. به دست باد حرکت کرد، حرکت کرد و به دشت ما بزرف کرد، یه قاصدک
پارک در دشتم سر حالمو زمرده ها برگشتم زمرده باز نو آید زمین همینطور شاید به دایره دورها زد کلیدم و گفت آید زخواب خود آرامم به گام خود ناکامم از ناکام برمیشه شبانگه ها باز آفت خوشید است و باز آید به صورتم باز آفت گرمان کند آزادم زفای من باز سازم پروداکشن کار خیلی باحال خداییش پروداکشن منو داره میکشه تا الان از شعری هم باحال بوده من منتظرم به یه جایی برسه این یه تیکه با توجه به میکسش من نفهمیدم چی گفت فکر کنم یک اتفاق اصلی که حالا بذره رو بذره نشسته در اومده تو تاریکی مثلا قطره آبش رسیده و در اومده و فلان و اینا به یه جایی باید برسه داستان خب توی این یه تیکه که خیلی هایپ بود و همه چی بالا بود و یه تیکه شلوغ موزیک مثل این که اتفاق اصلی افتاد ولی من نفهمیدم چی گفت به خاطر میکس ماسترش اصلا نمیشیدم وکال خیلی پایین و حالت بک وکالی بود ولی حالا خلاصه مثل این که اتفاق خوبی افتاد این تیکه که بنویسید اگه شما شنیدید چی گفت این همون وکال ملودیه که اینتروی عرفان داشت لا 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 سینه نزن این همون وکال ملودیه که حالا اینجا داره با یک ساز سنتی نمیگم چند تار چون میرینم نمیدونم چند تار تاره فکر کنم اثری تموم شد ما تازه رسیده بودیم که بچه خب تموم شد این بود ترک بذر ترک دوم آلبوم نور از عرفان و اسدی که نسبت به ترک اول که ایدل بود و خیلی حالت اینترو داشت اصلا از تایمش هم میشه این حد سوزد چون 2:27 بود این ترک 4 دقیقه به نظر من خیلی قابل گوش دادن تر بود ترک ایدل میگم حالا عددی که دادم مشخص دیگه کلا به نظر من نکته ای که به خاطرش بخوای برگردی و گوش کنی زیاد نداشت این ترک یه سری از لحاظ استراکچری اینسترومنتی حداقل یه سری جذابیت داشت یه سری دراپ‌های باحال بود یه سری لایه‌های مختصر و به اندازه‌ای یهو مثلا تار اضافه می‌شد یهو تنبک اضافه می‌شد و فلان و یه سری از این بازی‌ها توی اینسترومنت و پروداکشنش اتفاق افتاده بود که به نظر من جذاب کرده بود کار رو باز نه اون حالا به تیست من خیلی خوش نمیاد مخاطب خودش رو احتمالاً داره این سبک پروداکشن این سبک پروداکشن برام جذابه مثلا توی خانوادگی بیت کار که پر بود از این المان‌های سنتی و تلفیقی و فیلان خیلی برای من اون پروداکشن جذاب بود ولی این کلن چی میگن امضای دنی اسدی هیچ وقت برای من امضای نبوده که برق بیاره به چشمم میدونیم مثلا بشتم چشم اینجوری برق بزنه در چی میگن با کمال احترام به کاری که دارن میکنن ولی برای من اینجوری بود و عرض به حضور مبارک شما که از لحاظ شعری هم این اتفاق برای من از لحاظ شعری این اتفاق نیفتاد از لحاظ پروداکشن شده بود این اتفاق بجز حالا یه جاهایی که میکسش یه جوری بود نمیدونم قصد بود که سخت شنیده شه یا چی این اتفاقات توش افتاده بود خلاص اتفاقاتی که جذب کنه و درگیر نگه داره گوش مخاطبو از لحاظ شعری اولش باحال شروع شد یه داستانی ما داشتیم از زبونی بذر میشیدیم که به نتیجه نرسید حداقل من نشینم نتیجه توی کار و در مورد فرم لیریک هم گفتم یه سری فلوها و یه سری الگوهای قافیه‌ای داره عرفان همیشه هم اتفاق
جزو همیشه جزو کاراش بوده این سبک قافیه چینی ها که خیلی به گوش من خوش نمیاد. درست حالا تکرار و نظم بیش از حد یه خورده شاید باعث چه گوشت چی میگم باعث یه نواخ شدن چه، اما به نظرم دیگه در یه حدی نظم نیازه و خیلی کلا همیشه زود میشکونه اون الگویی که میسازه رو عرفان توی فلوهاش و قافیه چینیاش. و تبدیل تجربه اول مشاهده چک برای من 5.5 بود، یعنی از صرف دادا 5.5 تا حال داد به تبدیل تخصصی و فلان نیست، حس اولین بارمونو تبدیل میکنیم به عدد. همین، شما نظرتون رو بنویسید راجب این ترک، راجب ریاکشن ویدیو، ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک فورگنگ توی کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه دونه زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود ویدئویی بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید. و مرسی که تبلیغات و حالا به هر نحوی که دوست دارید کانال رو تبلیغ میکنید که زودتر به 12K برسیم. الان 11 صدیم، دمتون گرم، تا ویدئوی بعدی فور گرم. آج بودی شکن زده دست چکی خونکار سیر نمیشه به توی کاسکا.